برخی رسانه‌ها از بازداشت محمد تقی اکبرنژاد، مدرس حوزه علمیه، از سوی ماموران امنیتی در قم خبر دادند. او اخیراً به قابل انتقاد نبودن رهبر ایران و ناکارآمدی حکومت پس از 45 سال انتقاد نموده بود و همچنین از عدم شرکت در انتخابات پیش رو سخن به میان آورده بود و حامیان حکومت در واکنش به صحبت‌های او در نماز جمعه قم شعارهای علیه وی سر داده بودند. با هم گزارش همکارم علی اکبری را ببینیم. شنیده ها حاکی از بازداشت محمد تقی اکبرنژاد، استاد حوزه علمی قم و نویسنده آثار متعدد فقهی، در بازگشت از سفر به مناطق محروم توسط اطلاعات سپاه قم دارد. دستگیری وی در ظهر روز شنبه 28 بهمن پس از بازگشت سفر رخ داد. این در حالی است که وی گفته بود روز یک شنبه خود را به دادگاه ویژه روحانیت معرفی خواهد نمود. مهدی نصیری که قرار بود پیش از مراجعه او به دادسرای ویژه شنبه شب با وی گفتگوی تصویری به صورت لایو در اینستاگرام داشته باشد، اولین بار خبر دستگیری او را ظهر شنبه منتشر کرد و اظهار داشت که ماموران پس از بازگشت وی از سفر به مناطق محروم بلافاصله به دفتر کار او در خیابان صفائیه قم یورش برده و علاوه بر ضبط برخی از وسایل، وی و ادمین صفحات مجازی او را دستگیر کردند. مهدی نصیری همچنین شنبه شب در غیاب محمد تقی اکبرنژاد به تفصیل در رابطه با مواضع او و دلایل بازداشتش در لایو اینستاگرام سخن گفت. محمد تقی اکبرنژاد اخیراً در گفتگوهای تصویری به نقد ماجرای سال 57 و مواضع رهبران ایران از منظر فقهی و سیره پیامبران و اهل بیت علیهم السلام پرداخته بود که بازتاب بسیار گسترده‌ای در رسانه‌های داخل و خارج داشت. پیش از این محمد تقی اکبرنژاد چند بار توسط اطلاعات سپاه و دادگاه ویژه روحانیت در قم احضار و بازجویی و برای وی پرونده قضایی تشکیل شده بود. آیت الله علیرضا سنجری عراکی، عالم دینی مستقر در جنوب شرقی آسیا، در واکنش به خبر این بازداشت نوشت ایشان باید فوراً آزاد بشوند و از ایشان عذرخواهی و دلجویی شود. امید فراغت روزنامه‌نگار هم در واکنش به این دستگیری نوشت آیا بازداشت حجت الاسلام محمد تقی اکبرنژاد ارزش افسوده مثبتی برای مسئولان کشور، روحانیت و علما دارد؟ وحید اشتری، مسئول پیشین تشکیلات بسیج دانشگاه تهران و عضو پیشین شورای مرکزی جنبش عدالت خواهم، در ایکس نوشت دیروز همین موقع به آقای محمد تقی اکبرنژاد، استاد حوزه، پیام دادم. پرسیدم ماجرای این تحصنی که در قم علیه شما شکل گرفته است چیست؟ لطف کرد یک ویس تفصیلی فرستاد. هنوز واتساپ را باز نکرده بودم که امروز خبر بازداشت ایشان منتشر شد. چنین برخوردی با یک مجتهد واقعا مایه تأسف است. سید هاشم فیروزی، روانشناس و از ایثارگران دوران جنگ، هم چنین نوشت کار خیلی وقت است که نه تنها از تطهیر حداکثری دوره قبل سال 57 گذشته، بلکه حال ما در حال رقابت شانه به شانه با قرون وسطا و برپایی دادگاه‌های انگیزاسیون در دوره تاریکی مسیحیت هستیم. سید محمد صحفی، معاون سابق امور مطبوعاتی و تبلیغاتی وزارت ارشاد، هم این گونه در رابطه با این بازداشت اظهار نظر کرد. این تصویر آزادی مطلق در کشور ماست. برای تحقیرش اجازه ندادن لباس روحانی بپوشه. این سرنوشت هر روحانیه که بخواد ذره ای همصدا با ملت باشه. فخرالسادات محتشمی پور، همسر مصطفی تاجزاده، فعال سیاسی اصلاح طلبی که همکنون در زندان به سر میبرد، مطلبی تحت عنوان انشاء آیا میتوان به رهبر انتقاد کرد نوشت و در ادامه اظهار داشت نوشتن انشاء در این موضوع پیشنهادی عواقب دارد. این سوال خودش خط قرمز است. اصلا سوال ندارد، خودش جواب است. انتقاد که میشود کرد، آزاد است، در قانون اساسی ما نوشته، اما آزادی پس از بیان را تضمین ندادند.
حسین قدیانی فرزند شهید و نویسنده سابق کیهان و وطن امروز در واکنش به بازداشت محمد تقی اکبرنژاد نوشت: نظام به جای آنکه جواب منتقد را بدهد از در بگیر و ببند وارد می شود. نیست که آقایان هیچ چیز به عنوان پاسخ در برابر کوه تناقض خود ندارند و اگر هم در مواردی معدود پاسخی داشته باشند، ناظر بر فقر قلم نویسندهش را ندارند. راهی جز بازداشت منتقد پیدا نمی کنند. شنیده ها حاکی از آن است که این بازداشت متعاقب اجتماعاتی علیه سخنان و اقدامات محمد تقی اکبرنژاد با حکم دادستان ویژه روحانیت قم توسط ضابطان خاص به اتهاماتی که هنوز رسانه‌ای نشده صورت گرفته است. روابط عمومی دادسرای ویژه روحانیت نیز در تایید یا رد این اخبار و اتهامات انتصابی او که مورد تحقیق دادیار این دادسرا است، اطلاعیه‌ای منتشر نکرده است. گفتنی است که به تازگی نیز دادگاه ویژه روحانیت شیراز در حکمی شهاب الدین حائری شیرازی، روحانی منتقد و فرزند امام جمعه پیشین این شهر را به 3 سال حبس محکوم کرد. علی اکبری، اخبار شیعه.